موارد شکنجه در زندان‌های کشور کاهش یافته است و وضع زندانیان بهتر شده است. این بازگویی از جانب مرحله سیومی مانیتورینگ یا خود بازرسی محبس‌های تاجیکستان از جانب وکالت‌داری عاید به حقوق انسان و ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه این کشور معلوم شده است. حسنالدین ندایب معاون رئیس یکی از شعبه های آمبودسمنی تاجیکستان روز 21 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در یک جایگی با نمایندگان ائتلاف سازمان ضد شکنجه تاجیکستان بازرسی دوره سیوم محبس های تاجیکستان را بررسی دارند و در آخرهای ماه نوامبر آن را به انجام خواهند رساند. تا کنون دو دوره مانیتورینگی انجام داده شده و به شکل کتاب به نشر رسیده است. تحمینه جورایوه نماینده ائتلاف ضد شکنجه تاجیکستان در مورد جرایان بازرسی ابراز داشته به صورت عموم وضع در زندان ها بهبود یافته باشد هم ولی هنوز هم مشکلات در رابطه با وضع محبوسان وجود دارد. در سالهای آخر چند قضیه مربوط به شکنجه از جمله مرگ مرموز امیدجان تاجیف، حمزه اکرامزاده، اسماعیل بچه‌جانوف، نظام‌الدین حمیدینوف، سیمراد آرزوی، سفرعلی سنگوف و بهرام‌الدین شادیف که به گفته حامیانی حقوق بر اثر بدرفتاری در بازداشت هلاک شدند. در جامعه سر و صدای را به بر آورده ابراز داشت تخمینه جورایوه. من اصلا راضی نیستم. امروز طریق وسایل اخباری عامه نیز شنود شدم که دویا عاید به وضع محبس ها یکی از شعبه های وکالت‌دار عاید به حقوق انسان و برخی از سازمان های که حقوق انسان در تاجیکستان خلاصه دادن که دویا شکنجه در تاجیکستان در زندان ها کم شده است، اما خلاصه دادن که از بین نرفته است و همچنین خلاصه حسنالدین ندایب معاون رئیس یکی از شعبه های اینستیتوت وکالت‌داری تاجیکستان در خصوص آن که با همراهی در یک جای با ائتلاف سازمان های ضد شکنجه تاجیکستان یک مانیتورینگ گذراندند و این مانیتورینگ دو مرحله نهایی مرحله سیوم بود و آنها گویا مقرر کردند که تا این روز وضع زندانیان بهتر شده است، شکنجه کم شده است، پایان رفته است. من عموما راضی نیستم با این خلاصه، برای آنکه بیاین پیش از همه به خود سوال بدهیم که آیا که مسئولینی اینستیتوت وکالت‌داری تاجیکستان یعنی چه خیلی که امبودسمن میگوین در یک سال چند مرتبه وارد زندان های تاجیکستان می شوند یا اینکه خود همین سازمان های غیر دولتی حقوق انسان در تاجیکستان که یک جای ائتلاف سازمان های ضد شکنجه تاجیکستان را تشکیل نمودند، اینا همه در گویم اتاقهای بزیب و آفیس های زمانوی می شینند. آنها در پرونده ها خیلی کم اشتراک میکنند یا عموما اشتراک نمیکنند. به واسطه با شخصانی بازداشت شده که مورد شکنجه قرار گرفتند هیچ صحبتی نآوردند و با آنها هیچ از آن مسئولین و یا مقامات حتی حقوقی واخوردن با آنها نمیدهند. بنابراین این من مطلقا با این خلاصه راضی نیستم. برعکس من فکر میکنم که در سال 2015 وضعی دویم بازداشتگان در خصوصی عذاب و شکنجه ظلم و ستم خیلی نگرانی کننده است، برعکس زیاد شده است.